با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و به امیدی که هر کجا که هستید شاد و موفق و پیروز باشید. قبل از هر چیز سال نو را به همه هموطنان و مردم جهان تبریک میگیم و امیدواریم سال آینده سال پیروزی زحمتکشان، سال پیروزی رهایی و عدالت اجتماعی برای سراسر مردم جهان باشد و سال رهایی از کرونا باشد که در سال 2020 کشتار وسیع از مردم جهان را انجام داد، از جمله در ایران. خب، با سلام به شما رفیق حسن احسان، ما برنامه نگاه این ماه هم با شما تقدیم بینندگان عزیز میکنیم. همونجور که خودم در جریان هستید، در ماه گذشته در ایران اتفاقات بسیاری افتاده که سعی میکنیم به نکات مهممون بپردازیم. اما قبل از هر چیز دو تا در واقع باید بگیم یادمان، دو تا یاد بود، هرچی یکیش تلخ یکی شیرین وجود داره. یکیش خانم ویدا موحد هستن که با کشف حجاب و روی اون چوب آویزون کردن حجابشون در واقع اعتراض کردن به این حجاب اجباری، اهانت به زنان. و مسئله دوم، مسئله ساقط کردن هواپیمای اوکراین. خب از شما میشنویم حالا. من هم سلام بگم به شما رفیق بیژن عزیز و سلام و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و سال نو را به شما بینندگان عزیز، به مردمان سراسر ایران و جهان تبریک میگم و آرزو میکنم که ما بتونیم از دوران سیاه 2020 عبور کنیم. شاید در سال 2021 فرصت های تازه‌ای برای نیروی کار و زحمت برای اکثریت مردمان لگد مهار شده سراسر جهان وجود بیاد و از همه مهمتر آرزو کنیم که کرونای اصلی تر، یعنی رژیم مذهبی و سرمایه‌داری ایران رو ما بتونیم با ویروس چیز، با آنتی ویروس انقلاب، با اون پادزهر انقلاب، این میکروب رو، این ویروس کشنده و قتال رو از بین ببریم. این از اون نکته ای که احساس شاید هر ایرانی است آرزوی از بین بردن این کرونای بزرگ. اما برگردیم به پرسش دراغ بحثی که شما روی میز گذاشتید برای گفتگو. آری، ما در این ماه که از گذراندیم دو یادمان بزرگ رم داریم. یادمان اول یادمانی است شادمانه که نقطه تاریخی افتخارآمیزی در جنبش زنان و مقاومت زنان در مقابل حکومت تا مغز و استخوان ارتجاعی و ما قبل تاریخی حکومت اسلامی به سرمایه‌داری بوده و اون حضور جسارت‌آمیز ویدا موحد بود که روسریش رو به پرچمی به چوب آویزان کرد و در واقع یک نماد نه به ایدئولوژی زنستیز، به آپارتاید جنسیتی رژیم جمهوری اسلامی بود و برای او هزینه داد. و دختر خیابان ما، به دنبال دختر خیابان ما که دختر انقلاب نام گرفت، دختران دیگری در طبیعت او همین مقاومت را بیان کردند. ستایش و درود به اون عزیزان باد که نقطه عطفی در تاریخ مقاومت زنان ما به جای گذاشته. اما یادمان دوم یادمان تلخ و جانگدازی است، مرگ دختر و پسر جوان انسان بیگناه به وسیله سپاه پاسداران که رسماً با سقوط در واقع ساقط کردن هواپیما با دو موشک، اونم نه یه موشک تصادفی، این مرگ چیز کردن و با وقاحت تمام همه دولت مردان و زنان. اول انکار کردن که این عمدی بوده، گفتند یک سانحه هوایی بود و زیر فشار کانادا و عرض کنم اوکراین و سایر ملل دیگر که همه عزیزانشون در این فاجعه جان باختند و یه رو تیکی تیکی شدند متاسفانه و پذیرفت که آره یک اشتباه خطای انسانی بود. اول که گفتن یکی بود، بعد معلوم شد اینا پلتفرم داشتن. او کسی که اون شخصیت میتونه بایستی با اون ارتباطات دستور بگیره. بسیار پیچیده و پر از تناقض و دروغگویی
این بحث رو، این مسئله رو به میدان آوردن. سرانجام زیر فشار افکار عمومی مردم مترقی جهان پذیرفتن که این جنایت صورت گرفته. و خنددار اینه که بعد از 2 سال این اتفاق تلخ، تازه گفتن 1 نفر رو بازداشت کردن. اینهایی که سر هر اتفاق ساده فلهی جوانان رو بگیرن و به زندان میبرند، اینهایی که هیچ حد و اندازه برای بازداشت و زندان ندارن، دختران جواری که در مترو گل و هم دادن به دیگران، 3 تاشون رو به 15 سال زندان محکوم کردن، اینهایی که نویسندگان رو به جرم دفاع از آزادی بیان، خیلی چیز مهمیه، به زندان طویل مدت چیز کردن، و هموندان عزیز منو بکتاش آبتی، رضا خندان و کیوان واژه و همین 2 روز پیش 11 سال زندان برای آرش گنجی گذاشتن، بابار نویسندگانی که در دفاع از آزادی اندیش و بیان حرکت کردن و هیچ اقدام مسلحانه یا حتی یک تعرض خبی علیه رژیم نداشتن که این اتفاق افتاده. خب با اشک تمساح روحانی مکار و همه این رهبری حکومت جمهوری اسلامی برای قتل عام واقعا این 68 نفر سرانجام آمد و گفتن 65,000 دلار میدیم به اون خونبه های این جوانهایی که به خاک و خون افتادن، توش عروس داماد بود، بچه بود، اتسترا. خب خانواده ها دیروز در همون نقطه ای که این جنایت صورت گرفت، تکه های بدن این عزیزان پرتاب شد در منطقه، عکسشون رو نشان میدادن، گذاشته که تو فیسبوک ها و چیزای رسانه ای هست، همه جوان، همه دسته گل، و اونجا با شعار دادخواهیم 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 به مجلس سالگرد سوگواریشون برای این جوانهاشون عزیزانشون جلسه رو پایان دادن. خب ما 2 تا اتفاق یادمانی داشتیم که واقعا نمیشه ما ادای احترام میکنیم، هم به اون مقاومت شگرف ویدا موحد و هم همدردی عمیق داریم با خانواده های جان باختگان جوان، و هم ادای احترام به اونایی که بیگناه تک تک شدن واقعا به خاموشی گرفتن. خب من پس بعد رحمه خستن مسئله کروناست. کرونا که از سال پیش شروع شد تا الان ادامه داره. همچنان که خودتون بینندگان عزیزم در جنازه، این اول انکار کردن که اصلا همچیزی وجود داره در قوم، حاضر نشدن قرنطینه کنن، مراکز مذهبی رو باز گذاشتن، تجمعات مذهبی رو آزاد گذاشتن، تا بالاخره بعد از فشارهای زیاد مجبور شدن نوعی قرنطینه مانند رو اعمال کنن. بعد مسئله همه جای دنیا بس بر سر واکسن بود، واکسن کرونا. بعد جمهوری اسلامی که یه بار گفت من دستگاه ساختم مستعان کرونا یا، که اصلا فضاحت بود، این اصلا احساس مسئولیت نکردن که توضیح بدن. فرمانده سپاه پاسداران رفت باش با خیلی هنرمندانه عکس گرفت اون دستگاه کرونا یا بشمون کرونا مستعان، که اصلا برای ما چی شد. بعد گفتن ما در این واکسن ایرانی میسازیم تا 2 ماه 3 ماه دیگه اینم است، اونم خبری نشد. بعد گفتن واکسن سفارش دادیم بیاد، معلوم نشد. بعد گفتن 150,000 واکسن یک خیری داده، معلوم نشد اون خیر کی بوده. بعد 150,000 تا تبدیل شد به 15,000، اونم معلوم نشد. بعد کشتار داریم کنه. خواستم شما یه صحبتم راجع میکنید، مثلا خامنه ای هم امروز افاظات فردن. آره این شرح وقایه خیلی هم کاری دردناکه و هم واقعا نشانه ای در واقع مذبذب بودن این هیئت اکبر نشان میده. حقیقت اینا اول که گفتن بودجه پول ما رو بلوکه کردن. بعد معلوم شد که به خاطر بودجه خریدن این چیز واکسن ها اون پول برای این کار آزاد شده. بعد گفتن این 23,000 تا میاریم. بعد گفتن ما داریم با کوبا کرونا میسازیم. بعد گفتن با روسیه و چین یه صحبت هایی بود که با اونا وارد معاملات بشیم. و از همه مهمتر و البته مدعی هستن 55,000 نفر توی کرونا کشش را که تمام اطلاعاتی که هست این رسانه های جهانی ارزیابی کردن،
حداقل دو برابر، یعنی سلسله خودم معاون وزیر بهداشت گفته در دو سه برابر کشته شدن و در این میان پرستارهای عزیز ما، کارکنان بیمارستان ها و پزشکا قربانی این رژیم جمهوری. این اتفاقی شده که واقعا بی ناتوانی رژیم این مرگ ها رو در واقع بیشتر کرد و زیادتر کرد. ولی از همه حالا کاریکاتورتر صحبت امروز آقای سید علی خامنه است که گفت از ما واکسن آمریکایی و انگلیسی نمیخوایم. خب تو بگه خونه خالاته که بخوای یا نخوای، جان مردم با مبارزه پوشالی ضد آمریکایی داری معامله میکنی. شما که ضد امپریالیست نیستید، خودتون برای که اوج غارت سرمایه‌داری هستید، از نوع غارتگر و نئولیبرالش. بنابراین شما ضد آمریکایی هستید به خاطر اونم نه ضد آمریکایی، سطح معینی از اختلافات که روی منطقه و جاهای دیگه دارید. شما جان 80 میلیون مردم ایران رو دارید فدای شعارهای کلیشه‌ای تون میکنید با اون دستمال قلابی فلسطین که این سید سید علی خامنه‌ای بر گردن گذاشته با شعار فلسطین. شما تمام جنبش فلسطین رو خفه کردید، یک حزب الله آدم خار در حماس رو در لبنان کشید و میلیون ها پول مردم بیگناه را از سفره لگد مار شدگان کندید، به شکم اونا ریختید نه به شکم فلسطینی های بیگناه و بیکار. این آدم اومده بگه برش مهم نیست جان مردم ایران، ما واکسن اونا را نمیخوایم. خب خودشون هم که گفتن هنوز تازه اگر واکسنشون قلابی نباشه، اگر ادعاشون واقعی باشه، میگن هنوز تو مرحله آزمایش انسانی رسیدیم. خب چقدر بایستی کشته بدن مردم ایران تا این رهبر به اصطلاح بی بصیرت رهبر جنایتکار تن در بده فرصت برای ایجاد کنه برای حفظ جان و بقیه که زنده میمانند؟ یعنی این داستان جنایتکارانه است، فقط یک اتفاق سیاسی نیست، یک شعار پوشالی سیاسی است که رهبر جمهوری اسلامی میده برای در واقع تحمیق یک مشت حزب الله نادان و نوکر صفت که خودشون منافع اقتصادی دارن توش با جست ضد آمریکایی. همونایی که از سفارگیری شروع شده اون سید اصیل کشرو الله خمینی تا همین امروز این جست را ادامه دادن و این تحریم ها را اینها به مردمان ایران تعمیر کردن، هر روز میشستیش سفره مردم رو با این تعمیر ها خالی کردن. خودشون قبل از تحریم ها تو بوران سراسری خفه داشتن میشدن و تازه هر چیزی هم که باقی میمون خودشون غارت و سرقت میکردن و آقازاده هاشون. خب داری یه همچه فضایی که تمام جهان در تب تاب به دست آوردن واکسن برای حفاظت از جان مردم، شما میایی یه همچه مزخرفاتی نمیگی که ما اینو نمیخواید اونو نمیخواید. یعنی این اصلا این خود این نخواستن قتل جن حکم به قتل عام مردم بیگناه، این یک اتفاق بزرگیه به نظر من بر سر این قضیه که جان مردم دیگه. این بحث سیاست و پیاست و سوسیالیسم و کمونیسم و انقلاب نیست. روزانه دارن هزاران نفر آدم، صدها نفر آدم کشته میشن، اگر آمارشون 10% هم دروغ باشه یا راست. شما در اینجا فرصت حفظ جان مردم رو میخوای بی قیمت شعار پوشالی به سوزانی، این خودش یه جنایت بیشتره. هزار بار این جنایت عمیق‌تر از جنایت فتوای سید علی خامنه ای است که در جریان گران شدن بنزین حکم داده بود که بزنید چون صداش مخفیانش پخش شد، یه قتل عام کنید. این هم یک حکم دیگری است برای قتل عام مردم بیگناهی که حتی در خیابان هم نیستند. یعنی این جنایتی شگرف. با فقط خود مرتیکه رو توی سالن 300 متری میشن چهار بر آدم بهش نزدیک نمیشن. خب چطوری دارید دست دست آدم میمیرن؟ تو میگی ما کرونا انگلیسی فلانی میخوایم. آیا کرونا انگلیس و آمریکایی نخواستن؟ مگه کرونا ترامپ تولید کرده که جناب علی میخواد ضد ترامپ بازی در بیاری؟ اونجا اندیشه انسانی و البته سرمایه‌داری کرونا را تولید کرده با مغز متفکر انسانی و او رو میخرن برای نجات جان مردم.
و اون تولید کنندگان کرونا هم سودهای جهنمی برن درش، بحثی هم نیست. ولی امروز جان مردم الان بحث اساسه. خب خود همین حادثه که گفتی من میخوام همین امروز که داریم برای تو حرف میزنیم، احتمال این صحبت ها کرده یا دیروز، دقیقاً الان حضور ذهن ندارم، ولی واقعی قضیه این استش که هیئت حاکمه در یک وضعیت آنارشیک جنون آمیزی هست که جز به منافعش برای حفظ قدرت به هیچ چیز دیگر نمی انجیشه و برای حفظ قدرتش به بسیج لاغه ای از نونخورها، نوکرها، نوهخانها، چاقوکشها نیاز داره و با این شعارهای پوشالی ضد آمریکایی محصول در آداستان گاندی رو در میاره که محصولات انگلیسی رو تحریم کرده بود. موقعیت اون تاریخ به سر آمده. تو شعوری رو نداری که تحلیل مشخص از شرایط مشخص بکنی. اگرم داشته باشی منافع اجازه نمیده که تن در بدی به رئالیسم واقعی و نیاز مردم. این اون گرهگاه کوره در واقع اینه که این 7-8 ماه گذشته اینها مرتب از وزیر بهداشتش، وزیر زهرمارش، اینجا اونجا، رئیس جمهور مکارش، همه از واکسن و تهیه واکسن رو که اول ما پول داریم بعد پول نداریم، پول ما بلوکه شده بعد آزاد، همه شامورتی ها رو بازی ها رو در آوردن. سرانجام رهبر ولایت فقیه، مطلقه فقیه حکم صادر کرده که ما از انگلیس و آمریکا وارد نمی کنیم. از کجا وارد می کنیم؟ تمام داستان اینه که مردم به واکسن رایگان، اون بخش چیزی که در تایید چیزهای بهداشتی جهانی، سازمان جهانی بهداشت باشه، باید اون قبول کرد. تو نمیتونی هر چیزی را بذاری به بازوی مردم بدون با جانشون بازی کنی. باید ضمانت و تایید سازمان جهانی بهداشت و همه اون عناصر واقعی که حق تصمیم گیری دارن است بذاری. بنابراین تو تقریبا مردم را با امروز با این صحبت در هوا معلق کردی. این یعنی قتل عام کردن مردم به زبان بسیار ساده. و اتوان شیش جریانی که شیش دور شورای چپ و کمونیست همین دیروز یک تراکتی داد که این تراکت خیلی مهمی است که بروش تکیه می کند که واکسن با سالم با تایید چیزای سازمان جهانی بهداشت و رایگان باید در اختیار مردم، این خواست مردم، مردم باید بخوان از رژیم، باید مردم علی‌رغم این پرتپلاهایی که این رهبرشون میگه از مردم رو مجبور کنن که برای نجات جان خودشون و عزیزانشون به خیابان بیان و واکسن رایگان مطمئن که تایید شده باشه از طرف سازمان جهانی بهداشت و مراجع ذی‌الصلاح او رو بخوان. این حق بیچون و چون مردمه. در این مورد من به خودم اجازه فراخوان نمیدم، من کسی نیستم، ولی من فکر میکنم که لحظه تاریخی است که مردم برای مطالبات سالمشون، سادهشون، بایستی در واقع حضور مادی پیدا کنن. یکی از این چیزا که همه جا الان تو ایران میگن، من دارم حرف مردم ایران رو تکرار میکنم، همه جا مسئله واکسن برشون مسئله است. واکسنی که غلابی نباشه و واکسن رایگان، این پول های قیمتی پول رو دوباره تو که نان شب نداره، یک شونه تخم مرغ چند برابر شده، گوشت و مرغ امکان پذیر نیست در سفره 50% لاغر 60% مردم ایران بیاد، موجهای بیکاران خراب و گرسنه در اینجا پول از کجا بیارن برن واکسن بخرن، اونم در کشوری که بر دریای نفت سواره و ذخیره ارزی از حاضر نفت این سالها به میلیون ها میلیارد ها دلار از در دست اختیار پیچش در دست سید علی خامنه ای است، شل کن برای مردم بخر. این پول برای تشییع جنازت که قرار نیست دیگه داری یا بچه‌هات بخورن، این پول رو باید بیاری به بیان جامعه پخش کنی، باید آزاد بشی این بودجه زندانی شده در خدمت سلامت مردم. امروز مردم در گرفتار و اسیر تامین اجتماعی هستن، نه نان دارن، نه بهداشت دارن، نه درمان دارن، نه درمانگاه دارن، پرستارهای بیگناهاتون دست دست دارن میرن، پزشکاتون دارن کشته میشن، شما آمدی اینجا نشستی جای گرم نشستی تکیه هم میدی و بگی که ما واکسن آمریکایی انگلیسی نمیخوایم، برادران روسیت به تو دادن.
اتفاقا همین رو خواستم بگم، بنابراین واکسن هست، واکسن روسی در ناصر خسرو 1,000,000 تومان، یک حقوق یک کارگر 1,800,000 تومان، بعد واکسن 1,000,000 تومان در ناصر خسرو هست. اصلا من شنیدم که یک کسی دوی همین اینجا که شما میگید دوی یکی از این اخبارها دیدم که میگه که از ناصر خسرو واکسن نخرید. یعنی به جای اینکه رژیم درمان رو سازمان بده و حفاظت کنه از جان مردم بیگناه 80 میلیونی مردم از سور عجز دارن میرن به شکل قاچاق واکسن قلابی یا نمیدونم، اما نمیدونم چی هست، میخوان برن از بازار سیاه، اگر برید تریاک از بازار سیاه تهیه کنی، ارز غیر قانونی خرید فروش کنی، بابا این جان مردمه. مگه با جان مردم به همین دلیل شما نمیتونه این رژیم بقا داشته باشه، این بیزاری عمومی انباشتش از حد بیرونه. همین داستان واکسن، درسته که شرایط کرونا این فرصت تجمع نمیده، اتفاقهای بزرگی رو میتونه در ایران رقم بزنه اگر یک اندکی عقل معاش به اصطلاح برای این کارگردانان حکومتی فراهم بشه. بله ببخشید پرچارگی کردم. نه خب مبحث بعدی که خیلی به اصطلاح یه مقدار سر صدا هم کرد در ایران، درگیری بین باندای قدرت در رژیم جمهوری اسلامی ایران، مجلس که الان در رأسش قالیبافه و البته مجلسش کاری نبوده، در من هر چی سید علی خامنه ای اوکی میکرده اینا انجام میدادن، ولی همین مجلس اومده چند در همین مدت کوتاهی که آقای قالیباف شده رئیس مجلس و به قول خودشون نوشته خودشون این مجلس نماینده 11%، یعنی در سرتر شد جمع بدن 11% رأی مردم داشته تازه حالا اگر اینم بگیم درسته. یکی مسئله بودجه است که خب، یکی مسئله اون لوایحی که برای برجام اینا تصویب کردن و ابلاغ کردن به دولت، و یکی هم مسئله ریاست جمهوری نظامیان که از حالا دارن آماده میکنن 5-6 تا داوطلب شدن. خواستم راجع به اینا مختصرا راجع به هر کدوم یه صحبتی بکنی، راجع به اون برجام، اون لوایحی که در مورد برجام دادن که غنی‌سازی 20% رو ادامه بدن. سانتریفوژهای برجام خودش یک موضوع قصه کاریکاتوری است. این احمدی نژاد اینا برداشتن مخفیانه صحبتی رو راه انداختن که در دروی علنی روحانی علنی شد وارد مذاکره شدن، پس از یک بده بسانهای طولانی یه قرارداد بین‌المللی بستن، بعد ترامپ فاشیست ازش در آمد و اینها مقاومت کردن، تحریم هایی رو برای اینا تعمیل کرد چون شرط شروطی گذاشته بود که اینا نمیپذیرفتن. حالا درست در آستانه ای که انتخابات عوض شده، من از جو بایدن دفاع نمی کنم، او یه جانب ریس مثل او خواهیم دید که ته کارش چی خواهد شد و خواهیم دید که یک آدم بطرد رو ادامه میده، یعنی دوام داره. داستان اینه که اون بابا جز شعارهای انتخابات چی بود که به برجام بر می کرده. این دول اروپایی و از جمله حتی این مثلا دوستشی فکر می کردن اگر جو بایدن بیاد عرض کنم امکان بازگشت آمریکا به برجام و احتمالاً رفع سطحی از تحریم ها، نه همه تحریم ها چون به این سادگی ممکن نیست، فرصت تاریخی پیدا میکنه. خب طبیعی بود که اونها هم آمریکایی ها هم آلمان و بخشی از کشورهای بازار مشترک تمایل دارن که این داستان برجام کاملتر بشه، چون الان داره رژیم با تولید موشکای دوربرد تهدیدات که با کلاک‌های اتمی رو داره میسازه، میخوان جلوی او رو بگیرن، نفوذ جهنمیش رو در منطقه که ناامن کرده واقعا منطقه رو خاورمیانه رو بگیرن. طبیعی است که این بحثا در دستور بحثا قاد آمد، اینا از قبل خود اون سرکار استواری بود، یه دور فیلم پولیتیک زده پولیتیک سرکار استواری مجلس رو بده یه تیر دورشان بزنه، مجلس آدم خار، یکی اینکه رقیبش حسن روحانی به داردستش رو فلج کنه،
دومش این که یک شرط گنده بگذاره که فرصت طرح مطالبه مذاکره بر سر موشک ها و امنیت منطقه از دستور خارج بشه، بی هیچ دردسری آقای آمریکا برگرد تو قرار داد، در حالی که ارزیابی این بود که اصلا شرایط به هیچ وجه شرایط چند سال پیشه که برجام درست شده نیست و جمهوری اسلامی بی عهدیش را هم حتی اونجا آمریکایی کار کرده، جمهوری اسلامی هم متقابل بی عهدیش را در واقع نشان داده و ادامه کار تسلیحاتی خطرناکش رو به عهده گرفته که خطر جنگ در منطقه رو واقعا دامن میزنه، یعنی خطر کشتارهای جمعی رو دامن میزنه. طبیعی است که هر کدام از این دول امپریالیستی به خاطر حفظ منافعشون خواهان مهار بیشتر جمهوری اسلامی باشن و طبیعی است که این مسئله موشکای دوربرد و امنیت منطقه در بحثاشون دوام میگیره و از این رو اونا بدون اینکه این قرارداد برجام رو مستحکم تر کنن به چیز ساده دیگه چیز نخواهند داد، رضا نخواهند داد. خب اینا آمدن با 20% کردن این هم سانتریفوزای 20% یا حالا یک کم گفتم با تا 99% میتونیم این سانتریفوزا رو ببریم بالا، در واقع آمده تهدید میکنه که اگر نیاید ما میبریم تا اونجا. فکر ده به همین سادگی است. اصلا اینجا هم این داستان کرونا است. شکم مردم، کار مردم، نان مردم، حیات مردم، زندگی مردم پشیزی برای این حکومت ارزش نداره. تو چه کاره هستی که به جای مردم از صفرش رو رهی خالی میکنی؟ تو خودت میدونی که با این فشار ممکنه این اجماع جهانی علیه دو وجود بیاد. ترامپ نتونست این اجماع جهانی رو بیاره به خاطر تک‌گرایی فاشیستی غیر عادیش، ولی این یارو داره میاد میتونه با یک نرمش خاصی اجماع جهانی با خودش دنبال داشته باشه، شما رو ببرن در لحظه پرتگاه جنگ و چهار تا سپاه دارید میگه ما بیجنگیم آماده هستیم. شما مثلا مردم فکر میکنید جنگی که علیه مردمه، علیه منافع مردمه، تا مغز استخوانش ارتجاعی است. شما این ارتجاع رو در واقع سازمان که در پوششش بقای خود رو به چون برن که شما میدونید که مردم شما رو نمیخوان، برای شما جان مردم برای شما اهمیت نداره. داستان برجام از این لحظه به بعد، یعنی از 20 ژانویه که اون جو بایدن میاد رو کار، داستانی پیچیده تر خواهد شد. شرط شروطی که اینا گذاشتند فشار اروپا رو به آمریکا برای که او رو بکشن بره کمتر میکنه، چون خود همین الان فرانسه و آلمان و ایتالیا و انگلیس چیز دادن، اطلاعیه دادن و درخواست کردن که آقا بیایی سر جای اصلیتون بمانید، تا جایی که روزخان هم گریه کرده مردشور که روسیه باشه، اونم آمده گفته که اینجوری نمیشه صحبت برگردید. یعنی داست، یعنی خود جمهوری اسلامی حتی از متحدین مرتجعش هم داره خودشو به خاطر زیاده خواهیش و در واقع پوشه خطر جنگ همیشه فرصت خفه کردن برای مردم برای رژیم وجود آورده. اینا این خطر رو میخوان مثل یه سایه همیشه نگه دارند تا بر بستر اون سایه قتل عام کنن نیروی داخلی رو. اونا حریف بیرون نیستن که، اونا با توپ تاک حریف بچه های جوان ما هسته که رو میکشن میبرن چند ها بزنن به زندان میکنن هزار هزار. آره چهار تا نویسنده نام بردیم، آخه این نویسنده ها چیکار کردن تو زندان؟ این همه دختران جوان جنبش مدنی چرا باید تو زندان باشن؟ یعنی شرایط اون رژیم حریف مردم بی سلاح و مظلومه و اخباره خفه کردنش تا روز قیامت که تو نمیتونی خفه کنی. یک بار این مردم آتش فشان خواهد شد و این رژیم ارتجاعیتون رو به تمام معنا خواهد بلعید در شعله های بیکرانش. تردید نیست، خودشون هم میدونن که همینجور خواهد شد. خب بنابراین با این حال اینا نمیخوان از اون تالاش هایی که تالا کردن، جاپاهایی که در منطقه صرف کردن، از یمن و عراق و نمیدونم سوریه و لبنان حزب الله و یه گوشه هایی به لیبی و از این بر افغانستان و اینجور این حوزه ها رو سایکل یه پایگاه های درست کردن، نمیخوام به این سادگی
این اقتدارشون رو از دست بدن. خب و این اقتدارشون رو به عنوان فرصتی برای تداوم حکومتشون ارزیابی میکنن. منطق درونیش اینه. خب اینا با این منطق درونی دارن یک بحران سیاسی اقتصادی و ای بسا نظامی رو دامن میزنن. این حالا این هفته ها میمونیم با مفکنهای بپچادو میرن میان ناوهای هواپیما اینا نمایشات برای دستپای رژیم رو ببنده که خریت نکنن به نیروهاشون نیروهاشون در عراق یا جای دیگر ضربه نزنن. ولی این پافشاری مجلس که رهبر بیت رهبریش هم پشتشه و عملا چون بیت رهبری پشتشه به این حکومتی هم گفت دهنتون رو ببندید پاشه اجرا کنید. صدای این هم همین نمایندگان گفتگوهای برجام از ظریف و اون مسئول چیزای از برجام و این چیزا بلندتر شده گفته اگر که تحریم ها برداشته ما این سادریفوزر رو میبریم بالا تا 20%. به امروز خنده دارتر از اون صورت گرفته در شرایطی که مردم از گرسنگی بیداد داره میکنه زندگی مردم رو که تورم این سفره‌های خالی رو خالی تر کرده. آقای سید علی خامنه‌ای میاد مدعی است که برای ما اصلا برجام مهم نیست. خب نه ما تحریم ها باید برداشته بشه. مگه بازی بازیه؟ یعنی تا پری روز که اینا فریاد میزنن که آمریکا رفته بی حساب کتاب از برجام بیرون امروز که خوالا نیاد. یعنی همجور که بگه واکسن کرونا از انگلیس و آمریکا نگیرید به همون راحتی هم بگه خواهی امروز گفته که برجام برای ما اهمیت مهمی نداره. مسئله ما رفع تحریم هاست. یعنی اگر تحریم ها رو برداشتید میتونید بیاید تو چیز. فکر کنیم رفع تحریم ها با یه سود بلبلی ممکنه با این قرارهای خشنی که شما تو مسببه کردید و گفتید عدم اجراش برای رهبری دولت دستگاه سیاسی تو زندان در پرتره با این غلیظی که میایید طرف مقابل اونجا بچه که جا بزنن. یعنی الفباشون بلد نیستن شما رو بیشتر مار میکنن. شما که گلوگاهتون رو میگیرن میبرن خفتون میکنن. یعنی در واقع این خفه کردن ای کاش شما رو خفه میکردن مردم ما رو خاره خرابتر میکنن. این فاجعه جمهوری اسلامی نیست که فاجعه این است که این سیاست های انسان ستیز ما جمهوری اسلامی پیش از هر چیز دودش به چشم مردم ما میره. سفره های خالی رو خالی تر میکنه. موج بیکاران رو بیشتر میکنه. در واقع ما برای جمهوری اسلامی نیست که گروه بابای جمهوری اسلامی هر چیز زودتر و به امیدواریم تا 2021 تمام نشده مردم ما نفس بکشن. بس زندگی نفر به نفر 80 میلیون در ایرانه که در خطره. خب شما میبینید که بازی برجام به یک بازی کاملا پیچیده ای تبدیل در میشه. این پیچیده را نقش کلیدیش جمهوری اسلامی داره از جمله با این قوانینی که گذاشته. یه طرف برای اینکه پشت میز مذاکره یه اصطلاحی است باید حد اکثر آتشبارت رو به کار ببری تا در پشت میز مذاکره صلح امتیازات بیشتر بگیری. این دیده تا زمان دیگه عبرت خامنه‌ای بیدید که نام موشک های گمرجه و چیزا دیگه که نباید حرفی بزنید. یعنی میگه که بدون هیچ پیش شرطی بیایید اگر نیایید ما این کار رو میکنیم. یعنی برمیگردیم به داستان قبل از قرار داد. خب هر دو سو داره پیچیده میشه. تردید ندارم که نه فقط آمریکای جو بایدن بلکه بازار مشترک فرانسه و ایتالیا و آلمان و بقیه کشورها و حتی در سطح معین روسیه تندر نمیدن به این زیاده خواهی جمهوری اسلامی. خب این یک تخاصم طبیعی رو دامن خواستن. من همینجوری سیخه که نمیگم خطر جنگ فردا پشت گوشه بونه. نه دو طرف ناتوانن در جنگیدن خوشبختانه. ولی این نان شب رو نایاب قاد کرد در ایران. این بیماری و گرسنگی و مرگ را اضافه خواهد کرد در ایران. این تنشی که بین
هیئت حاکمه مرتجه ایران و هیئت حاکمه مرتجه دنیای غرب وجود داره که هر دو دارن گلوگاه درست میکنن در اون بالایی های منطقی داره. وقتی که شما موشک های دور برد کلاهگاهت به چه دردت میخوره جز این که بخوای وارد جنگ افروزی بکنی؟ این منطقه دفاعی نداره. با شعار دفاعی تو اگر دفاع بود تو الان توی یمن چه کار میکنی؟ تو لبنان چه کار میکنی؟ تو سوئی اسمش دفاعست؟ تو در حتی عراق چه کار؟ شما گروه های آدمخوار و آدمکش با میلیون میلیون پول مردم گرسنه ایران تدارک دیدی ساختید برای تعرض، اسمش که دفاع نیست. بنابراین موشک دور برد با کلاه اکاتمی کاملا سیاسی نیست، برای تعرض تردیدی درش نیست. خب. شما اگر به مردمتون اندکی فکر میکردی و به جان شما به جانشون داستان موشک رو فعلا تعطیل میکردید، دست پاتون رو تو منطقه جمع میکردید و فرصت برای نفس کشیدن مردم فراهم میکردید. خب. ولی یک رژیمی که در بحرانه، سر تا سرش در بحرانه، در کلاف خودش خفه شد، عقلانیتش رو از دست خواهد داد، میده حتی در جهت منافع خودش. حتی در شما میدونید که وقتی که دیکتاتورها در نقطه سراشیبی هستن اقداماتشون این سراشیبی رو تشدید کرده در تمام طول تاریخ. جمهوری اسلامی هم در همچه نقطه پرکلافی هست که بیزاری عمومی رو در داخل داره، انزوای قاطر در منطقه داره، مقابله تمام عیار غرب رو با خودش داره و بنابراین تک منزه و میدونه سرنوشتش سقوطه. در چنین لحظه ای دست به هر خشخاشاکی آویزان میکنه که سقوط نکنه، خود او تبدیل میشه به عوامل مرگش. حالا چند تا موضوع دیگر تا زمانی که وقت مونده، همین در ادامه صحبتتون یه اشاره هم به انتخابات ریاست جمهوری سال آتی داشته باشیم که مجلس، همین مجلس تصویب کرده که نظامی ها میتونن شرکت کنن و به قول فرمانده سپاه پاسداران گفته بود سپاه پاسداران خاک حاصل خیزی است که مردان عمل را تقدیم جامعه ایران میکنه. یک صحبت مختصر راجع این بکنیم تا بعد بحث تر کردیم. من نمیتونم سکوت کنم بگم در شرایطی که هنوز خود رژیم بحث انتخابات رو داغ نکرده، جنایتکار خودفروش آشکاری به نام فرخ نگهدار مصاحبه کرده گفته که ما نبایستی انتخابات رو بیرونق بذاریم. یعنی این نفرتی که این آدم ایجاد میکنه در انسان، نفرت یک جنایتکار گوبلزیه، یک نفرت جانیه. یعنی در طور خود دشمن مردم هنوز بازار انتخاباتش دار نکرده، شروع کردن به درگیری با هم دیگر کردن. روشن رفیق اون یه بعضی چیز بتونیم مستقل بکنیم که رژیم در لحظه سقوطه نمیخواد تمام اقتدار نظامی شده در ارکان قدرت بگذاره. براش الان حکومتی است نظامی سیاسی و امنیتی، چون همین پسر حسن روحانی هم امنیتی بود، لول امنیت بود، از پاسداران بود، در جریان جنگ جزء فرماندهان بود. همه رهبری هیئت جمهوری اسلامی از بخش بزرگی از دفتر بیت رهبری، تمام اعضای تقریبا مجلس و تمام رهبران نظامی و غیر نظامی، اکثر چهره های اصلی دولت همشون از سپاه آمدن اینجا و بعد تمام بنگاه‌های اقتصادی خصولتی سازی ها هم رهبران سپاه و عوامل سپاه هستن. یعنی هم سرمایه، هم قدرت، هم سیاست، همین الان در دست سپاه و نیروی نظامی مدافع سید علی خامنه‌ای و حتی من بگم که خود سید علی خامنه‌ای هم نوعی در چنبره این قدرته. اینا میخوان این کار تمام کنند، به قول اون محمدی جنایتکار زخمی را تمام کش کنند، میخواد تمام قد نظامی حرکت کنند. یعنی میخواد حکومت نظامی اعلام نشده ولی سازمان یافته و با شکل قانونی به میدان بیاره. این هدف اصلی اونه.
خب من تردید را در تو میدونیم، تو هم تو میدونی، هم من میدونم، هم مردم ایران میدونن که براشون چند میلیون بالا پایین رای درست کردن، جعبه ساختن، جعبه سوزوندن، انتخابات کار نداره که. ما که اصلا ما میدونیم بگی 1.8 میلیون رای دادن. حقیقت قصه این است که مردم ما دیگر نه مردم 88 هست، نه مردم او سید خندان هست، سید علی خاتمی، نه این آقای جنگ دعوای موسوی کروبی است، نه این دور اول حسن روحانی که با شاموتی بازی و فحاشی و همدیگر فضا ایجاد کردن و طبقه متوسط به اون معنا داغون شده است، بخش بزرگشون سقوط کرده، وارد شده به میان نیروی کار زحمت، اون طبقه متوسطی که حلقه اصلی شهرها بوده رو اینا نابود کردن، خودشون نابود کردن با این بحران های اقتصادی پیش در پیش. لایه های متوسط بخش بزرگشون وارد شده به میان نیروی کار زحمت، بنابراین پشتوانشون که این طبقه متوسط بود به خاطر اندکی رفاه یه ذره روسری بره بالاتر، عرض کنم که دو شب مهمانی داشته باشن، نمیدونم عجیل خواسته های مدنی ساده البته انسانی دون بردمی داشته باشن و از ایران میخواست نگیره، یک کم چهار کلمه آزادی بیان داشته باشن و امید داشتن میرفتن رای میدادن، اونها تمام شد. دو تا انتخابات آخر نشون داد که اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا، یعنی این نکته مردم دیگه به این حکومت، به این رژیم هیچ باور و اعتقادی ندارن و میدونن صندوق رایشون فریب آشکار دیگه تمام عیاره. هرچند جانی بلفطری مثل فرخ نگهدار بگه که انتخابات رو باشید نه باید گرم نگه داریم، کسی برای این مزخرفات دیگه تره خورد نمی کنه. البته یک عده هم درام بدن مونه تحول طلب که میخوان همون وظایف اصلاح طلب ها رو بذارن، حرف ها رو در حرف های در صندوق دیگه زده نخواهد شد با رعی ها، این مردم از هر کسی بهتر می دونن. بنابراین داستان فراتر از تحریم هاست امسال، یعنی انزوای رژیم در بحثه نه تحریم انتخابات، پشت کردن بره اون بقول این دائما گفت یه رفیق ما میگه پشت در نماز اصفهان پشت کردن به امام جمعه رو به چیز پشت کرده، مردم پشت کردن به این رژیم، چون این رژیم سینه به سینه شونو از پشت و سینه خنجر دائما میزنه. بنابراین این از جمله این مقابله کردن با ورود واکسن ها مثلا. البته در جواب آقای فرخ نگهدار باید گفت که اون چیزی که ایشون اعتقاد دارن اصلاح طلبات گفتن بیرون نخواهد بود، اصول گرایان گفتن ما 20% رای کافی برامون، یعنی احتیاج نیست آقای فرخ نگهدار. یک نقطه ای هست رفیق، وقتی به بیزاری عمومی نزدیک میشه حکومت دیگر جذب و کشاندن مردم به صندوق رای معنا و مفهومش از دست میده، علت این که صندوق رای دیگه برای رژیم اهمیت نداره، به همین دلیل نظامی کردن قانونی حکومت برای خفه کردن همین مردم در یک وقتی هست که میخواد با کشاندن صندوق توهم متوهم کردن مردم، مردم پای صندوق رای بکشونه تا به اعتبار اینا ادامه بده به حکومت کثیفش. الان اون ورقها سوخته، میخواد با نظامی کردن حکومت مرعوب و خفه کنه مردم رو، اینجوری از طریق خفه کردن مردم. چرا؟ هیچ فرصت رفرمی نداره، هیچ امکان رفرمی نداره، هیچ امکانی نداره که بتونه زندگی مردم رو 1 میلیمتر بالاتر بیاره. همین بوجه موجه اینا شد شما میبینید که قلابی است، بیپایه است و اصلا خودشون عناصر این بوجه رو نقد میکنن، نفی میکنن. بنابراین رژیم کارش برابه، ولی خطر وجود جهنمیش برای ایجاد جنگ، برای ایجاد قحطی، برای اعمال سرکوب همیشه بالای سر مردمه. اینو باید برداشت. به همین اعتبار داستان کرونا و انتخابات و همین وقایع به هم گره خوردن. همه اینا اگر حرف ما بخوام در دو جمله در این بخش از گفتگو با تو رفیق عزیز خلاصه کنم، همه اینا بیان استیصال تمام عیار بالایی است که جز سرکوب قادر نیستن به شیوهی گذشته حکومت کنند.
همه اینا بیان روشن و آشکار این است که مردم در آستانه ای قرار گرفتند که نمیخوان به شیوه گذشته بین از حکومت بشه. یعنی این آنتاگونیزم بین بالا و پایین، هرچه جلوتر میریم از دیما حرکت کردیم و آبان 98 رسیدیم تا به امروز، این آنتاگونیزم بین اکثریت اهالی کارگران و زحمت کشان و مزدور بگیرن و همه مردم زنان دارشان و و و در مقابل اقلیت بالایا و نیروهای سرکوبگرشه، این تضاد داره هی با شکلهای روشن قابل رویتی تشدید میشه تا به نقطه تعیین کننده تخاصم برسه. کارگران نشکر هفت تپه با اعتصابات طولانیشون و قهرمانانشون که تقریبا سمبل مبارزات شدن، اکنون فشار زیاد دارن میارن برای که جلوگیری از خصوصی سازی، از جمله اسد بیگی اینا رو، خلیت اسد بیگی و رسامی و اینا، و فراخوان دادن در تهران جلوی دادگستری تهران دانشجوها کار بازنشستگان اینا اومدن و اینو خواستم یه صحبت بکنم چون یه نقطه عطفی و یه مسئله هم که چیز شد به نظرم بد نیست اشاره کنیم در مورد بودجه 1400، بودجه 1400 که دادن چندین تشکل به این نقد داشتن، اعتراض داشتن که این نشان دهنده تحولیه که در جنبش کارگری ایران که فراتر از خاطرات صرفا مطالبات. خواستم یه صحبت هم راجع به این بکنم چون بازنشستگان هم هستن که در چندین شهر رفتن اعتراض کردن و بعد برای دیما دو مرتبه فراخوان مجددا. خواستم راجع به این مثلا صحبت بکنید. این ببین رفیق بگم، من در واقع در ادامه عرضم میتونم ادامه بدم، پایینی ها در چنین موقعیتی قرار گرفتن دقیقا. الان در یعنی در واقع تو تمام شبکه جنبش مدنی ایران که بارد برش از زنان، معلمان، پرستاران، سایر مزدوق بگیران، بازنشستگان، دانشجویان، ملل ساکن ایران، این در مجموع آرایش واقعیشون در مقابل حکومته و حکومت قادر نیست به هیچ کدام از این مطالبات پاسخ بده. پاسخش فقط سرکوب و زندان و شکنجه است. در رأس این جنبش مدنی و اجتماعی طبقه کارگر ایرانه که از با معنای نماد پایینی ها که نقش هژمونیک باید داشته باشه. بدون نقش هژمونیک این نیروی عظیم که سرنوشت بقا و عدم بقای حکومت در دست تواناشه، به سمتی داره میره که در این حال که بر مطالبات جاریش چکه میکنه وارد مطالبات سیاسی شده. این گام ها گام به گام جلوتر رفته از یک سو، از سوی دیگر در پیوند ارگانیک با هم در حرکت میکنه، اونم گام به گام، یعنی تلاش برای ایجاد تشکل مستقل سراسری، تلاش برای هماهنگی جنبش کارگری با سایر جنبش های اجتماعی، اینجا اونجا هموازی های مادی و عینی واقعی از جمله در هفت تپه. در هفت تپه میتونیم وفاق برجسته است، متأ هفت تپه رژیم تکه پار کرده با خریدن یک عده آدم های خودفروش مثل رضا رخشان و دیگران در کنار اسد بیگی، اینا سعی کرده در مطالبات طبقه کارگران هفته به شکاف ایجاد کنه، در اونجا نیروهای زرد تولید کرده و یه جریانی هم در واقع این اواخر تولید کرده از دانشجویان عدالت خواه که ادامه همون اصلاح طلبان و دانشجویان خط امامی هستند در اشکال در واقع پوپولیستی برابری طلب و فریبکارانه ای که لایه هایش از بغل احمدی نژاد و اینا در میاد، اینها را علم کرده تا مطالبات واقعی کارگران هفت تپه رو خفه کنه و خود نیروی هفت تپه رو متلاشی کنه که تا اندازه ای هم در سطوح ما میبینیم که اون اراده منسجم درون هفت تپه به اون شکل سابقش به لحاظ تشکیلات میگم تشکل هفت تپه یا سندیکای هفت تپه رو درک وا میبره. به همین دلیل خیلی بحثی تر شده که من هم مدافع اونم، ایجاد شورای کارگران مستقل هفت تپه
اون پادزهری است که به تلاش های رژیم که برای پراکندگی اینا داره تلاش میکنه کمک میکنه. یک رهبر افتپه کارگری اون بره، یک رهبر افتپه کارگری این بره، چهره های اصلی کارگری هر کدام یک چیزه میگن، بعضی ها تندتر میگن، بعضی ها شلتر میگن. من در برنامه دیالوگ هفته پیش با رفیق عزیزمان آرش کمانگر این وجوه با همدیگر باز کردیم، در لحظه حرکت که بایستی جنبش تقویت بشه، ضمن اینکه خب خود بخشی بعدن انتقاد رو پذیرفت که با اون وسلام کافی نبود، بایستی مداخله کارگران هم میامد، نه کنترل تولید. میتونه دست دولت بیفته ولی ادارهش دست کارگران باشه. اون ادامه تحقق ماده ناکار آزادی اداری شورایی رو بر مثلا دامون فقط خلیل و سلام مطرح شد. خب در اینجا بگیریم که یه خطایی صورت گرفت که گرفت. خود بخشی عزیز پذیرفت، گفت ناکافی بود، عجله بود، فلان بود، ولی بقیه نیروها در روز حرکت به جای که حرکت تقویت کنن عملا پشتش خالی گذاشتن. از اونور این نیروهای دانشجویان عدالتخواه با شعار فریبکارانه آمدن که این صدا رو خفه کنن، که خوشبختانه هم بخشی از دانشجویان مبارز، هم معلمین مبارز، هم بازنشستگان و لایه کوچک و معدود انگشتشماری از کارگران رفتن اونجا با شعار ناکار آزادی اداره شورای عدالتخواهان خفه کردن، تا جایی که رژیم سرکوب که سعی میکرده این نمایش ظاهرا بیطرفیش حفظ کنه به بازداشت و موقت عده‌ای از جنبش های دانشجویان رادیکال در واقع گرفت، بازداشت کرد و نسخ کشی کرد و ول کرد. البته خب هفت تپه در چنین موقعیتی هست، ما باید این بر این مشکل در هفت تپه هفت تپه ها غلبه کنند از طریق ایجاد شورای همکاری بین خودشون و این سوپاپ ها و فضاهایی که ایجاد شده و فرصت میده عناصر نیروهای زرد دستسازهای رژیم اینا رخ نکنن توش و به کجراه ببرن جلوش ست کنه و بگیره. راش فقط همینه، راش قهر و آشتی و این دست و اون دست نیست. این چیزی که فقط سودش به نفع رژیمه. سایر نیروهای کارگری از جمله سندیکای شرکت واحد که اونجا هم خب پایه توده‌ایش یه چند هزار نفرش مدت هاست که نیست، اینا چهره های سمبولیک برجسته‌ای هستن که پای شعاراشون زندگیشون رو گذاشتن زندان و شکنجه رو تحمل کردن. اینا هم باید با اون جنبش ها اینا با هم گره بخورن. بدون گره خوردگی جنبش های کارگری با هم دیگر، مهم نیست تهران، خوزستان، گیلان، مازندران، اصفهان، آذربایجان، اینا مهم نیست، کارگران سراسر ایران دربند اگر فرصت های پیوند با هم دیگر رو در اشکال مختلف و ممکن که تشخیصش با اوناست، نه که من از اینجا، من نوعی از اینجا فدا انجام ندن، فرصت سوزی میکنه. خب این فرصت رو نباید به رژیم بدیم، نباید این فرصت رو بسوزونیم. این اون موقعیته، ولی این موقعیت شراکتی رو که من عرض کردم که پایینی ها در آستانه قرار گرفتن، در رأسشون کارگران که دیگر به شیوه سابق میرن که نپذیرن که بیره حکومت بشه. الان ما اسمش ما در موقعیت انقلابی نیستیم، ولی تردید ندارم که ما در آستانه موقعیت انقلابی هستیم. این هرگاه هر آزگاه هرگاه می اگر تمام تمهیدات لازم چیده نشه میتونه به ضد خودش تبدیل بشه، میتونه این موقعیت انقلابی در هم شکسته بشه به ضرر اکثریت عالی و در رأسش کارگران. بنابراین برای تعمیق موقعیت انقلابی شرایط نزدیکی، شرایط به هم وصل شدن، شوراهای مشارکت در اشکال مختلف رو پیش بردن، نه در یک کارخانه، در منطقه با شغلهای مشابه در سراسر ایران، بعد نهادهای مختلف بدون این زنجیره به هم بافته با گامهای البته سنجیده با سوت بربری که این کار پیش نمیره، این داستان و این نقطه تعیین کننده نخواهد رسید. اون تکه دوم هم که الان شما گفتید، دیگه من در بحث‌های قبلی گفتم من میدونم که وقتی نداریم، با خودت رو گفتی که اون تکیه دوم انزوای رژیم بعد
بیش از گذشته تشدید شده. 3 دقیقه وقت داره شما. با این 3 دقیقه رو عرض می‌کنم که انزوای رژیم بیش از گذشته تشدید شده. مخصوصا شما برید تعدادی از این در همین یک ماه خورده ای که من تو نیم دیگاه ننشستیم، بعضی از کشورهای عربی با اسرائیل وارد پیمان شدن و اخیرا هم نشست شورای حکام و منطقه و نزدیکی قطر به اینها و بویژه به عربستان. این هرچند رهبر قطر گفته که ما بازسازی روابط ما با عربستان سعودی و بقیه همسایگان عرب به هیچ وجه در رابطمون با جمهوری اسلامی تاثیر نخواهد گذاشت، یا شعار تو خالی است. چون تمام این نشست آخر قطعنامه که داده شده گفتن ما برای باید با ایران مقتدر تروریستی که به سمت تسلیحات آمده بایستیم، یعنی خطر اصلی اعلام کردن، یعنی تمام حکام عرب خلیج در مقابلی هستن، اسرائیل هم که اون بره هست. بنابراین رژیم به طور عینی مادی روشن در انزوای بیشتری قرار گرفته و کمک کرده به سیاست امپریالیستی برای انزوای خودش با شیوه های آنارشیستی، شیوه های زورگویانه و سرکوبگرانه و اقتدارگرانه. یعنی دو جای بجا به هم کمک کرده. این وسط دودش به چشم مردمان عزیز منطقه ما به زنان و مردان عرب و غیر عرب و سراسر ایرانی میره. بنابراین این هم یک نقطه دیگر قضیه است. داستان ترامپ هم یه در دو کلمه بگم به حدی به سیمای در واقع جامعه آمریکا رو نشان داده. بعضی ها میگن ترامپ رفت، نه تمام ترامپ نرفت، ترامپ یه نماد بود. اون مناسباتی که ترامپ رو باز تولید کرد سر جاش باقیه. امپریالیسم آمریکا، اون سرمایه دموکراسی لیبرالی که شوق و سنگ به دست میدن، شما میبینید که رفتن مثل آب خوردن توی مجلس سراش هم گرفتن 4 نفر گفتن کشش دن نفر 5 شد. حسن کم کم به پایان برنامه دفتر تمام میکنم. این دفتر میخوام عرض بکنم که شما میبینید که رفتن و نشان دادن که این اقتدار پوشالی است، ولی این نماد شخص ازوله شده که اسمش ترامپ باشه، ولی شراکت بحرانی هم سرمایه‌داری جهانی و در واقع آقای سرمایه‌داری که آمریکا باشه، اقتدارش نه در چشم‌انداز در حوزه اقتصادی به سمت فروکشه، اقتدار سیاسیش هم در واقع داغان شده و به همین دلیل هیچ بعید نیست که به یک فاشیسم خشنتری در آینده نزدیک این جامعه پناه ببره. خب با آخر برنامه رسیم. با تشکر از شما رفیق حسن اسلام و با تشکر از بینندگان عزیز تلویزیون برابری، با امیدی که روز روزگار خوبی داشته باشید.